جدا میکرد و در پرورشگاه های از اینها نگهداری میکرد که با اهرم های فلزی تغذیه میشدند. چنین انسانی که هیچ گونه اتچمنتی با جهان بیرون نداره میتواند اون نوع خشونت برسد. بنابراین من میتونم بگم کوروش مردی بود که با جهان دلبستگی و دلبندی امنی داشت. انسانی بود که چون بر باورهای او تاخته نشده بود یا نتازیده بودند، توانسته بود با دیگر اندیشان بدون احساس اضطراب و وحشت با مدارا رفتار کند. چون احترام دیده بود، احترام می‌گذاشت. چون سالم بزرگ شده بود، موجودی بود انعطاف پذیر. ما امروز میدونیم از طریق مطالعات فانکشنال MRI، شما هر کدوم علاقه‌مندین به سایت دانیل آمن ALEN برید و ببینید که او در تصاویری که از مغز به هنگام عمل کرد در کتاب Change Your Brain, Change Your Life، ببینید که میگه که باورمندان متعصب دینی ارتباطات شبکه مغزی به خصوص در مغز پیشانی که مرکز تجربیات معنوی و اسپریچوال هست، در مورد اینها سیمپیچی این بخش یا وایرینگ این بخش یه مدل دیگه است. اونها گرفتار ریجیدیتی یا کند شقی هستن و انعطاف پذیری رو نوع ارتباطات مغزیشون بهشون اجازه نمیده، در حالی که میان روهای مذهبی یا متعادلین مذهبی از همون بخش مغز وقتی MRI تصویر برداری میکنه برنامه. من به علت کوتاه بودن زمان متنی رو که امیدوارم فردا در سایت های اینترنتی منتشر کنم اینجا نخواهم خوند و میدونم که همه منتظر تنفس هم هستن، به کوتاهی در مورد محتوای اصلی بحثم میپردازم. یکی از برجسته‌ترین کتاب هایی که درباره اینجا صحبت شد در مورد زمینه پرورش کوروش نوشته شده، کتابی است که گزنفون یا زنفون حدود 100 سال بعد از مرگ کوروش به یونانی نوشته به نام سیروپدی که به زبان انگلیسی می شود Education of Cyrus و به فارسی می شود کوروش پروری. و بنابراین اینجا اگر من از کوروش پروری صحبت می کنم اشاره به این کتاب دارم. در مورد گزنفون گاه ایرانیان دچار این اشتباه می شوند که چون می دانند که گزنفون یک شخصیت برجسته یونانی، شاگرد سقراط و در این حال گاه تاریخ نویس، گاه جامعه شناس بوده، ضمناً یک سرباز و افسر آزاد هم بوده و در ارتش کوروشی در برابر پادشاه دیگری یا مدعی پادشاهی دیگری می جنگیده، بسیاری گمان می کنند که او در واقع سرباز کوروش بوده. این کوروشی که گزنفون سربازش بوده کوروش خرد یا کوروش کوچک است که یکی از مدعیان پادشاهی بعد از مرگ اردشیر است و ارتباطی با کوروش بزرگ نداره، مگر اینکه از نظر نسبت تاریخی از هخامنشیان است. او کتابی نوشته به نام کوروش پروری که این کتاب آمیزه است از تاریخ، داستان و در این حال چگونگی پرورش یافتن کوروش رو و چگونگی کشورداری رو از چشمنداز ایرانیان دوره کوروش و خود کوروش در این کتاب توضیح میدن. بسیاری کسانی که بعدها در باره کوروش نوشتن در واقع کتاب کوروش پروری رو به زبان لاتین مطالعه کردن که تقریبا میتوان گفت بیشتر از 120
50 سال نیست که این کتاب به این 200 سال بیشتر نیست که ببخشید 300 سال بیشتر نیست که این کتاب به انگلیسی برگردانده شده و این کتاب رو به لاتین مطالعه می‌کردن و حتی در میان سرداران و سلحشوران برجسته اون دوران، دوران بعد از کوروش، دوران بعد از گزنفون، خیلی ها مانند یکی از سرداران معروف رومی که هانیبال رو در شمال آفریقا شکست داد، نسخه از این کتاب رو همواره همراه خودشون داشتن، چون این کتاب در واقع درسی بود برای چگونگی جهانداری، کشورداری. می‌دانید که بیشتر پادشاهان جهان کشورگشا بودند ولی کشوردار نبود، و کشورداری و کشورگشایی دو مفهوم کاملا متفاوت است. اسکندر کشورگشا بود ولی موفق به کشورداری نشد. کوروش فن کشورداری رو یا پیرامونیان کوروش و اندیشه‌ای که کوروش در دامن اون پرورش پیدا کرده بود، فن کشورداری رو بر پایه‌ای که اشاره خواهم کرد به جهانیان آموختند. و این کتاب در واقع میتوان گفت که از آقای امینی. دوستان عزیز، پیش از اینکه آنتراکت کوتاهی داشته باشیم، خواهش میکنم از آقای فریدی تشریف بیارم برای توضیح. با سپاس از دوستان ارجمند و فرزانگان ارجمند سخنران که این چنین سخنرانی های پرباری رو حداقل برای بنده انجام دادن، سپاسگزارم. ما یک چیز حدود نیم ساعت از برنامه عقبیم، بنابراین من سعی میکنم که این آنتراکس رو که خیلی ها طرفدارشن زود انجام بدیم. قبل از اینکه این کار انجام بدیم، آقای امینی در مورد کتاب گزنفون که فرمودن، این کتاب گزنفون اخیراً توسط یک نویسنده و دانشمند امریکایی جدیداً دوباره نوشته شده، دوباره نوشته نشده. این تفکر کوروش رو تقسیم بندی کرده و این تقسیم بندی رو به این ترتیب که این کوروش بزرگ چه کسی است که تفکراتش مثلا باعث به وجود آمدن اعلامیه استقلال امریکاست. این کتاب که آقایی به نام لری هدریک نوشته توسط کوروش زعیم، مهندس کوروش زعیم که مبارز راه آزادی ایران است و در چند ماه گذشته در قول و زنجیر استبداد حاکم بوده است، ترجمه شده آقای محمد علی دادخواه، اون هم یکی از مبارزان راه آزادی، پیشگفتاری برش نوشته، خانم شکوه میرزادگی پیشنهاد کردم به شرکت کتاب. من سال گذشته در سال 2007 این کتاب رو آماده کردم و در همین خرداد ماه گذشته منتشر کردم. کتاب نامش هست هنر رهبری. من از حضورتون خواهش میکنم حتما این کتاب رو، حتی اگر نمیخرید، از دوستانتون بگیرید و مطالعه کنید. کتابی است که فوق العاده به ما کمک میکنه برای هر کدوم ما راهبردی برای زندگی آینده هر کدوم ما، و میتونیم یک تفکر رهبر رو بشناسیم که چطوری میتونه آینده ساز باشه، هم برای خودش هم برای دیگران. من اجازه بدین از دوستانی که نمایشگاه نقاشی رو در حقیقت اینجا برگزار کردن سپاسگزاری کنم. در مرحله نو